شما عزیزان حاضر، درود گرم به عزیزانی که از طریق رسانه‌ای این نشست رو دنبال میکنن. عرض کنم که سه رفیق آمدن، صدام نمیاد، شما نگران نباشید، دو دقیقه بعد صدام رو اصلا باید گوشاشون رو ببندن، نگران نباشید، جایی یک وقت هم از دو بذارم کدک دست. عرض کنم که سرفیق عزیز آمدن در حوزه های مختلف در چارچوب بیانیه‌ای که ما دادیم و روش کار کردیم و این شش جریان نظراتش رو در همین زمان فشرده خواستن یک دوری خدمت شما عرض بکنن. حقیقت قضیه اولین نکته‌ای که من باید بگم، ما شش جریان نماینده جنبش کمونیست ایران نیستیم، ما یک بخش کوچکی از این جنبش بزرگ هستیم، هم در شکل سازمانی، هم در شکل نهادها، هم در شکل منفردین، طیف‌های وسیعی هستن که هنوز توی درکت نیستن. بنابراین این ادعا و سوتما ایجاد نشه که ما به نمایندگی فضولی همه حرف میزنیم. ما شش جریان موازی خودمون رو تدبیر کردیم که فکر میکنیم این نگاه عمومی جنبش چپ و کمونیستی بر مسائل جاری و آلترناتیوه. این خاصیت یه سوتما ایجاد نشه. ما مرکز عالم نیستیم. هیچ کدام با خودمون نیست. این یک. حوزه بعضی که من میخوام باز کنم، همینجا توی جلسه هم بهش رسیدم، خلق الساعه هست، فیلم دا هست، به این دلیل که حرفای رو بقاید دیگر تکرار نشه، وجه دیگری از این بیانیه رو که کم و بیش مفادش در اینجا آمده میخوام به بحث بذارم و اون رابطه سوسیالیسم با دموکراسی است. و اصلا آیا شعار آلترناتیو سوسیالیستی یک ضرورت است؟ از رومانتیسیزم انقلابی ما در میاد، از رؤیای شیرین ما در میاد که تمام این دهه‌ها در ایران خاک کوبیدیم و جان دادیم و به زندان‌ها افتادیم و اکنون اکثر ما که جنشستیم با گیس‌ها و موهای سفید هستیم. آیا از دل رؤیا در میاد یا از دل آنچه که در جامعه پرترش 84 میلیونی ایران می‌زنه؟ از کجا در میاد؟ اگر در گذشته اینجا و اونجا بحث میشد، مطالبات چپ و کمونیستی مطرح میشد و فقط گفته میشد که این چپ ها و کمونیست ها به یک لایه ای از روشنفکران هستند که خواهان بردن این آلترناتیو هستند، امروز من میخوام عرض کنم که 40 سال بعد جمهوری اسلامی رو دارم میگم، حالا اون به سر رضاخان میرپنج کار ندارم، به جمهوری اسلامی میگم، ما این حرف رو در دیما توده اعماق همین مطالبات رو دستور گذاشتند. ما کمونیست ها بذاشتیم توده اعماق، کارگران، زحمتکشان، جوانان بی آینده، چهره های میلیونی ناشناخته این مطالبات رو به دستور گذاشتند. اونها آمدن گفتن دین در هیچ شکلش نه، اونها آمدن گفتن آزادی و برابری، اونها نان و آزادی را در یک خیزش 10 روزه گره زدن. یعنی یهو مضمون مطالباتی جامعه ما تحول پیدا کرد، دیگر شد. ما الان میتونم بگم که خودم عرض میکنم یا سال ما داریم همون حرفا رو منعکس میکنیم. این یک مسئله مهم نیست. این نکته را میخوام اینا را مقدمات خواستم عرض کنم، بخواب عرض کنم. لازم نیست همه کاپیتال بخوانن یا نظریه ارزش مارکس رو بخوانن تا علیه سرمایه‌گری و ذراتش باشن، تا استثمار رو درک کنن. اون مردم ما، کارگران بزن، نه فقط مال ایران، همه زحمت کشان سراسر جهان، از جمله ما که وظیفه من در درجه اول انقلاب در کشور ماست به عنوان هستیم، این به عهده ماست به قول اون بزرگ، اونها از زندگیشون نفت سرمایه‌داری رو میگیرن. در کشوری که آشکارا بیشتر از گذشته شفاف، روشن، نه فقط استثمار نهادی شده، غارت به چپاولگری هم نهادی شده در هیئت حاکمه ایران و سرمایه‌داری که از دل این شکل گرفته. شما با سرمایه‌داری پسر رضاخان طرف نیستید الان که یک بافت و ساخت دیگری داره، یک سرمایه‌داری ویژه غارتگر انگلی غیر تولید کننده است، رباخار، نزولخار، بهره‌خور، اینو
که میبینه اون زنانی که پری رو برتون رشتی هستن به پارتی بازی میکنم از همشهره خدا میگم همین چند روز پیش زنان رشتی جلوی این بانک کاسپیان که پولاشون رو گذاشته بودن خودشون هم گفتن پولهای ما گم شده زیر عبا جمع شده یعنی این منطقی که مردم بهش میرسند در زندگی واقعی و عملیشون که این کشوری که بر دریای نفت نشسته و 40% از مردم بیکارن حقوق زیر خط فقره دستمزدها زیر خط فقره بی آیندگی برای جوانان به یک امر نهادی شده تبدیل شده است و همه به نام الله این غارت عمومی صورت میگیره نشان دهنده این است که اسلام روحانیت مراجع تقلید همه شرکای بلاواسطه دزدی هستند سرقت هم شما نیست زندگی خودشون رو برای مردم نه برای من شما افشا میکنه بنابراین ما در یک همچه وضعیتی هستیم که نفرت از نظام استبدادی و استعماری و استثماری ببخشید استعماری و استثماری از دل زندگی روزمره کارگران و جوانان به توده اعماق درآمده ما میخواهیم به اونها پاسخ بدیم پاسخ ما در دو کلام به روشنی این استش که سرمایه‌داری در هیچ شکلش قادر به پاسخ دادن شما نیست در هیچ فرم رفرمیستیش این اولین دعایه ماست دومین دعایه ماست الان یه رفیق تو راه رو میگم بسیار هم حرف درستی زد حرف ما این نیست که سوشیالیسم در همین کشور اسکان سوئد نسبتا پیشرفته در حوزه های مختلف محیط زیستی و چه و چه ما خواهانه در هم شکستن این نظام هستیم چون این هم به بشریت پاسخ نمیده هرچند سطح معینی از رفاه نسبت به کشورهای پیرامونی سرمایه‌داری مثل ایران در واقع تأمین کرده این هم قادر نیست ما یک حرف گنده نمیزنیم که نمیشه یه همین وقتی هم میگیم آلترناتیو سوسیالیستی یک ضرورته انگار که یه سوت بلبله میزنیم آخونده میان پایین سوسیالیسم مستقر میشه خود این کاریکاتوریزه کردن سوسیالیسمه ما مدعی هستیم که بعد از درهم شکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری به گذار به سوسیالیسم نزدیک بشیم ما از اینجا چک سفید نمی‌بینیم در چه نقطه‌ای در اون برآمد انقلابی قرار خواهیم گرفت پلتفرم داریم نه اینکه در این نوشته چپ کمونیست پلتفرم داره که چه می‌کند چه می‌خواهد بکند یک نقطه هم که چه می‌تواند بکند اینها را از الان هیچ کس به هیچ کس شکل سفید نمیده ولی ما این رو میتونیم میگیم به این مدت اداره داریم که بدون تحقق این مطالبات امکان پذیر نیست کارگران زحمتکشان اکثریت مردمان ایران زندگی آرامی انسانی داشته باشد این اون نکته گرهی ماست یعنی شما بقول برش تو یکی از شعرهای بسیار زیباش میگه که خیلی خوب میگه که کارگران آزادن اگر کارخانه کارگران بیان تمام کارخانه را بخوان چه میکنی؟ ارتش مسلح جلو سینه‌اش گلوله میزنه یا کنترل تولید میده دست کارگران یعنی با این شعار قلابی رژیم چنجی ها و سایر تکبندی های بورژوازی حاکم در ایران از ملی مذهبی از نمیدونم سکولار لایک ها با جسارت میخوام بگم از طرفداران جمهوری دموکراتیک و لایک بگیرید تو بریم تا شونیستا، نسودنیستا و زهرمار تا فلان و اینها اون مجاهدین که روشن اوزاشون دست سازن و نبه رضاخانی میپنج همه اینها را شما جمع بکنید اینها در بهترین کلام ما آزادی میدیم ما حقوق کارگران را میدیم خب مگر قبلا که این رژیم جمهوری اسلامی نبود یک رژیم تیپی که وابسته به امپریالیست سرمایه‌داری بود مناسبات ارضی را در هم شکست خواست این نیروی کار و زحمت را آزاد کنه او چه بلی بر سر این نیروی کار و زحمت زد اون یک الگوست آیا ما میخواهیم همون الگو بازگرده یعنی یک رفیق عزیزم گفته بودم سلام ماجورجی بود یا از کنم که رفیق دیگر ما سیاوش جان آیا ما میخواییم که آخون بره کرواتی بیاد؟ اگر به این اعتباره لااقل من در مورد سازمان خودم میخوام عرض بکنم ما طرفدار سرنگونی نیستیم
سرنگونی که حسن بره و حسین بیاد ولی این نظام به این ساختار سر جاش بمونه، ما طرفدارش نیستیم. اونها این کار را خواهند کرد. بازگشت مثلا اون اکسیگون ثابتی فابتی رو گذاشتن علیه کمونیستا و بسب و فلان اینا، نبای رضا خان هم میکنم یه رهبری بگیر. اونا سرنگونی اینجوری میخوان، اونا میخوان این رژیم نباشه، هر کی باشه. زمان 57 ما به اینجا رسید، نما کمونیستا بخش بزرگی از اکثریت مردمان ایران که همه با هم عمر تاریخیش به سلام بده. ما همه با هم نیستیم برای براندازی جمهوری اسلامی، چون منافع متضاد داریم. طبقه کارگر با سرمایه طیف‌های رنگارنگ سرمایه‌داری و نیروهای سیاسی برآمده از اونها منافع متضاد دارند. ما در زمان شاه از جمله ما بخش بزرگی از ما چپ‌ها میدونستیم چه نمیخواهیم، ولی نمیدونستیم چه میخواهیم. به نظر من از جنبش دی ماه بویژه و این ده ماهی که پشت سر گذاشتیم، ما میبینیم کم کم داره چه میخواهیم رنگ پیدا میکنه، شفافیت پیدا میکنه. بسیار عالیست. مثلا زدمان بکنم با صلاحی بودن این اتحاد حزب چپ سال مفدایی گفتن منظر من بسیار عالیست، چون مردم از توهم در میان، این بلوک بندی های اجتماعی روشن بشه، همه پرچم دروغین چپ این ولی رو بلند نکنن، هر نحلی پلتفرم به برنامه شده در مقابل مردم بزنه. یعنی ما فرصت انتقال آگاهی به انتقال آگاهانه به مردم میدیم. بنابراین من با اتحاد هر تیک بندی از راست رو بسیار خوشحالم. به همون اعتبارم آرزو دارم این تیک بندی در چپ رادیکال کمونیست هم به وجود بیاد، یعنی ایجاد یک قطب کمونیستی، بردن این به میان نیروی کار و زحمت، بردن پلتفرم به معنای در مقابل دیدشون گذاشتن و مقایسه ایجاد کردن با پلتفرم های دیگری. همه آزادی زن همه قبول دارم. نخیر، شما به ما میگید که فرصت های برابر بین زنان و مردان رو تضمین میکنید. در همین کشورهای متروپول سرمایه‌داری فرصت های برابر وجود نداره. یعنی با شیلویی گفتن آزادی برابری زن و مرد، شما به زن برابری زن و مرد نمیتونید پاسخ بدید. همینجور تمام بنده های آزادی خواهند. اما ما چپا و کمونیستا که امروزه بگیم مردم این سوسیالیست، این آلترناتیو سوسیالیسم ضرورت و ممکن، کدام سوسیالیست؟ این اون پرسش کلیدی دیگره، چون مردم نیروی کار زحمت زیر موج بسیار فراوان تبلیغات رسانه‌های عدیقاً قوی بین المللی یک سوسیالیسم و معینه رو میشناسن، پل پوت میشناسن، اعلی حضرت کیم ایل سونگ میشناسن و اون چیزی که ما اون اردوگاه سوسیالیستی سابق الموجود دیدیم میشناسن. ساخت و باخت‌ها و داده ستدهای در کشور ما رو میشناسن، چون من نمیخوام ما هیچ نیروی سیاسی پول بکنم وارد اسم بردن نمیشم، ولی اینها رو میشه دیگه. اگه این سوسیالیسم که خب به اینجا رسیده که به چه درد میخوره آخه این سوسیالیسم که شما یواشکی میایید به نام طبقه کارگر یه حزب درست میکنید، اون حزب رو الان هم داریم مدعیان را که میگن حزب دولت پیچیده چه حزب رهبر، پیچیدگی های حزب رهبر اینو داریم که شما حزب هست، این حزب قدرت میگیره یواش یواش حزب به جای طبقه کارگر به وکالت فضولی از طرف طبقه کارگر، بعد حزب هم میده تحویل پولیت فروش، اونجا یه دبیر احمد در میشه بشه مرکز عالم. این تجربه یک بار به شکل سیاه شده و فرصت های بزرگ تاریخی سوزانده شده. ما سوسیالیسم به قرن 21 تفاوتش رو با سوسیالیسم به قرن 20 اینه میدونیم. سوسیالیستی است عمیقا فمینیستی، عمیقا محیط زیستی، عمیقا برابری طلبانه، عمیقا متکی به قدرت کارگران و زحمت کشان از طریق خود سازمانیابی نیروی کار زحمت در چارچوب منطقه‌های دموکراسی مشارکتی و در شکل‌های متنوع شورایی که ممکنه از محلات تا از معنی زندگی کار
و سوسیالیزمی که با تکیه بر رأی عمومی مستقیم مخفی بیرون بیاد، نه سوسیالیزم چکشی ابلاغی خونریزانه. تو در هر انقلابی خونریزی خواهد شد، ما را از سر بریده نباید ترس بده، نمی ترسیم، اون بحث دیگه است. یعنی سوسیالیزمی دموکراتیک مبتنی بر دموکراسی، سوسیالیزمی که بتونه عکس به قول مارکس حاکمیت اکثریت عظیم را برای اکثریت عظیم ممکن کنه. این سوسیالیسم رو باید باز کنه، کار کنه. این بعدهایی در این بیان ما آمده یک نگاه کوچکی به این روند در واقع داره، از چارچوب مطالباتش، نحوه جلو بردنش. و این در واقع حکومت کارگری که قرار نیست یک حزب به جای تو. اولا کی گفته که حتما یک حزب نماینده طبقه، تمام طبقه کارگر ایران؟ کی گفته که همه طبقه کارگر ایران کمونیستن و بیدینن؟ ما که میتونیم بگیم و همه رو توی جوار بندازیم. طبقه کارگر هم دموش به دلایل تاریخی متاسفانه تاندانس‌های مختلف وجود داره. ما نمیتونیم این انعکاس سیاسیشو سرکوب کنیم در این تجمع یا اون تجمع. ما با تنها با بردن آگاهی به میمان روی کار زحمت میتونیم پادزرهای اون رشته از انحرافاتی رو که به نام طبقه کارگر در درمون طبقه کارگر بردن با بردن. حالا شما یه نگاه بکنید، همه الان میگه کارگر کارگر، دولا با این رفیق یدی بود یا رفیق دیگه نشسته بودن، آیا رفیق گفت که من بیل میزنم عمله هستم؟ ما گفتم این کلمات نگید، این کلمات الان افتخار آمیزه. در گذشته به یک کارمند اگر میگفتی کارگر بهش بر میخورد. الان همه دارن میگه آقا ما کارگریم، خانم ما کارگریم. یعنی کارگر معنای تازه‌ای در فرهنگ جامعه ایران رو داره عوض پیدا کرده که در گذشته این فرهنگ وجود نداشت. البته در درک سازمانی ما این است که ما پرستاران و معلمان هم به عنوان تولید کنندگان ارزش اضافی در حوزه معنوی جزئی از طبقه کارگر، بخشی از طبقه کارگر. سرش حالا موسیقی سمین جان بحثش رو نمیخوام بکنم. یعنی چون به هر تعریفی که از کارگران به زحمت کشان دارید میتونیم موقتا سازش بکنیم، ولی این نیروی عظیم که اکثریت اهالی رو تشکیل میدند، این نیروی عظیم میتونه زیر سمپاشی های بسیار قوی جا به جا بشه. الان همه زوم کردن به طبقه کارگر، به معلمان، به پرستاران، به زحمت کشان، به بیخانمانان، به توهیدستان، به بیکاران، از نوه رضا خان میرپنج، از مجاهدین، از تیپ های رنگارنگ بورژوازی حاکم ایران که با نام ها و شکل ها و قیافه های مختلف بیرون میاد، از ملی مذهبی ها و و. خب همه زوم کردن در این سفره عین لاشخور که یک بار دیگر این مطالبات انقلابی رو یک بار دیگر این مطالبات انقلابی رو مصادره کنند. کار و با چه؟ با امکانات بی بی سی، صدای آمریکا، من و تو، زهرمار، نه غرب رکایی این حزب یا گروه سیاسی. اونا با همه امکانات پول، ما شما نگاه کنید اخبار آمریکا رو، پسر رضا شاه سرفه میکنه بنویسن هر اتفاق. ولی آیا از اعتصاب بزرگ سراسی کردستان نفسی کشیدن اینها چون که روز دوم مجبور شد یه تیتر یاوشکی بزنه بره پایین؟ رفقای عزیز، خانم آقایان، کار ما، بار ما، کمونیستا بیشتر از گذشته است. چون این روز شعار ما را دارن میدن. ما خودمون آویزانیم، سرگردانیم، پراکنده ایم، دشمن همدیگر هستیم، همدیگر تخریب میکنیم، زیر آب همدیگر میزنیم، ظرفیت همکاری با همدیگر رو نداریم، اون بس سرسازی رو ایجاد نکردیم. که بدونیم ما فقط با بقول سلاح گفت یا سیاوش گفت، بازم یادم نیست، با بردن گفتمان به میان نیروی کار و زحمت میتوانیم با یک ارکستر بزرگ گوشها را برای شنیدن حرفای ما هم آماده کنیم. از این زاویه وظیفه ما سنگینه و ما نمیتونیم و حق نداریم در این دور شانه خالی کنیم. و تلاش این شش نیرو این هستش که متقاعد کنه طیف چپ کمونیست رو، چه در احزاب، چه در سازمان ها، ببخشید، چه در منفردین، که بسترهای کار مشترک رو تدارک ببینیم. بدون بسترهای کار مشترک، بدون زدن رسانه بزرگ،
امکان نداره ما این صدا رو توی مردم ببریم. واقعا این قرقره که کار نمیتونیم بکنیم. پس ما چشم، پس ما موظفیم برای اینکه متحقق کنیم یک آلترناتیو سوسیالیستی و ضرورا که ممکنه با اتحاد و تقویت صدامون و بردن به میان کار زحمت. متشکرم. سلام علیکم خدمت همه دوستان و شنوندگان و بینندگان رسانه ارتباط جمعی، کارگران و زحمت کشان که این جلسه رو میبینم. من خیلی درود میفرستم به همه سماخگان راه آزادی و سوسیالیسم. امیدوارم که در این وقت کوتاه منم بهتون این گوشه از این بیانیه و هدف اون رو باز بکنم. میدونید که سازمانهای تشکیل دهنده این کنفرانس سالهای متمادی هست که در برای سوسیالیسم برای آزادی مبارزه میکنن. خیلی از من میشناسم اینجا که نیم قرن هست که در این راه در این جهت تلاش کرده و میکنن. اون که این کنفرانس را داده از اون در مورد کنفرانس هم همینطور بوده. همین جریانات به اضافه در 15 جریان دیگه شورای همکاری داشتن که نزدیک 8 سال با هم تونستن همکاری بکنن در حدی که میتونستن دستاوردهای اون داشته. بنابراین اولین کنفرانس و اولین جمع شدن اولین همکاری این جریانات نیست. اون که این کنفرانس و این پشت جریان خواست بگه رو به طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه با توسط شرایط موجودی که همه ازش مطلع هستن، همه کارگر ها، همه زحمتکشان ها، بیشتر صحبت هم و خطاب با این هاست. از دوستان و از این که در جلسه هستن که اینجا هستن و با مسائل بیشتر آشنا هستن، من اونا با مسائل بسیار نزدیکتر برخوردن. کتاب برای اونها در واقع برای همه فعالین زموش کمانسی این که به هر حال با اعتراضه به این همه آلترناتیوها رو نکمیدن آلترناتیو سوسیالیستی هم ضروری است هم ممکن. من سعی میکنم در سه نقطه توضیح بدم. یکی برخوردش معلوم میشه به تیترش ضرورت و امکان. سه بومی هم معروف بشه من در مضمون صحبت شده چه به اصلا سه بومی باید محتش کنه به سه شکلی برای این خاص نیروهای داخل هم هستش همه بیان میکنه آقای سازمان رو باید محتش. در مورد ضرورتش در خود بیانیه کنفرانس اشاره شده کوتاه در رابطه با بحرانهایی که هست. من دوباره نکته توضیح نمیدم. صحبت قولی من متنش فکر میکنم رو باقا تحصیل کردم باش اگر رو باقا احتیاز داشته باشم میتونم بخونم. ولی به این نقطه اشاره میکنم که ملموس برای طبقه کارگر ببینید کارگر رو پیش رو دیدم و روشن بکران کمونیست که قولش بحث میکنم مجادله میکنم و ازش وضعیت زیادی استفاده میکنم. اونم این بحرانی که به اصلاح الان در جامعه هست به نظر من بحران ریشه‌اش در جبر از قیام بهمن بوده در ایران و اصلا نه به اجرا منظر به دقیقا نیست ولی اون بحران بوده و معلوم به حال قیام کرده یه تجربه دیگه مثل آبا. ولی رژیم جمهوری اسلامی رو بخاطر تقویت کردن آوردن طبقه حاکم 10 سال سرکوب کرد جنگ و حمله به کردستان این برای وطن بحران رو تونست مهار بکنه خودش تثبیت بکنه. بعد از تثبیتش اون وقت راه حلی که برای راه حل اقتصادی که برای بحران داشت همون چیز معروفی که در همه از در سوید هم اجرا میشه یعنی نئولیبرالیسم سیاست نئولیبرالیستی. اگر اینو من عمده میکنم در خاطر که گویا سیاست دیگه بهتر بوده نه الان اصولا دنیا سرگی میچرخه جهان شده اینا ولی این سیاست نئولیبرالیستی در کشورهایی که پیاده میشن در کشورهای پیرامونه نسبت به کشورهای پیشرفته مثل سوئد
تفاوت های زیادی داره، تفاوت مختلفی داره. در کشورهایی که به لحاظ ساختار سرمایه‌گذاری هستن، به لحاظ اقتصادی، دولت درشون به حساب اقتصاد سنگ انداخته و نمیدونم هر باندی سر کارگران بگیره با این منابع زیرزمینی مثل نفت میتونه به حساب خودش پایگاه اجتماعی درست بکنه و کلن صنایع و کارگزار حتی جابجایی کارگران با در نظر گرفتن اضافه کردن مثلا نیروی اجتماعی دولت صورت میگیره تا اینکه به لوال عالی سرمایه در این جاها پیاده کردن اصول سیاست بان زهانه و سازمان بین‌المللی پول و بین‌المللی یعنی اون صفات‌های مثل امتیاز سرمایه جهانی با تحولاتی توأمه. یعنی چی؟ یعنی که اگر در سوئد این کار میکنن ولی رفاه اجتماعی هست، حقوق بیکاری هست، سفاهای کشورهای دیگه هست میارن اینجا ساکت میکنن، در اونجاها یک دفعه میبینی بزر همون سیاست معروف تعدیل که اونجا هم هست صدها هزار کارگر از کار بیکار میکنن در حال کسی امید به پیدا کردن کار و درآمد نداره. تغییر میده ترکیب ارگانیک سرمایه رو با خشونت تغییر میده، به طور عادی تغییر نمیده و افراد زیاد مثلا در بین طبقه کارگر مثلا اقشار پایین هم میده بشه، یعنی میریزه بیرون. الان همه دیجیتال شدن خرید فروشینا ده ها هزار کاسب و کار خصوصی داره و ورشکست کرده ریختن بیرون، فقط طبقه کارگر نیست، اینا هم هستن. تا اونجایی که مردم میتونن از هر گذشتن پول سود و بانک این بر اون وضع تلاش کردن که با درآمدهای بسیار جمعی زندگی خودشون در شرط بحرانی ادامه بدن، ولی طبقه حاکم به اصلا به صورت مافیا شکل گرفته و اونقدر آز و به اصلاح چیزش زیاده که این هم پولاش رو خورده، این هم هر روز میان تو خیابون داد و فریاد به چیزی نمیرسن. و در این کشورها چون مسائل ملی، مسائل مذهبی حل نشده و اخلاصهای وسیع کارگری، اعصابات وسیع کارگری در نبود تشکلات انجام میگیره و اخلاصه باعث میشه طبقات پایین تحت فشار قرار بگیرن و اشکستگی روستاها پر شدن به انسان مزاره امو عظیم هاشنشگیره به بود آورده، اعصابات کارگری با شمولشهای اجتماعی بود. این زمان کشورهاش دیدیم، یعنی تکان خوردن حساب کارگری که بخشی از در آمدش مصرف مصرف کننده ها مصرف کننده هست در این ها باید دکون بازار را بفته اونها رو ورشکست میکنه. شورش های اجتماعی صورت میگیره. اگر طبقه کارگر، اگر احزاب پیشبرنده قضیه نباشه، این شورش های اجتماعی هم میتونه دنبال مصرف بشه، اونو نداره یه تاق دنبال ساره هست. یا اینکه در مناطق ملی دنبال ناسیونالیسم جماعت سر میشن، فکر میشن یا دیگه خسته شدیم اگر بریم مثلا مستقل بشیم کل مثلا آذربایجان یا کردستان یا منطقه دیگه که حق شونه میتونن داخل پیدا بکنن، اون وقت به اصطلاح دخالت های دوباره دیگه که در حال رقابت در منطقه هستن به تحت بزن مناطق تحت نور تقسیم مناطق تحت نور، نه فقط این برمو ما کردن زن و حلیس رامو بیا اگه سازش میرسن یا نمیرسن که بس مارکس داریست استراتژی تولیشون برای که بسیار بتونن با هم داره رقابت بکنن تو منطقه بسیار تسلط پیدا بکنن. در این زن وقت بسیار چون اهداف این استرش بتونی را رهبری بکنه این زن میشه راحت میفتن دنبال رژیم سینزه میفتن، دنبال ناسیونال میفتن، دنبال مذهب میفتن و چون جنبش کارگری در قوی هست، ابتداعا بلند شده، تلاش میکنه کشورهای امپریالیستی و بورژوازی داخلی با هزینه‌اش این جنبش ها از راه اصلیش منحرف بکنه. چون میدونی که اگه جنبش رادیکال رو شکل میدی تمام منطقه رو در هم میدرده. از این نظر خطر دخالت اونها مهمه، خطر استقلال به اهمیت استقلال طبقات کارگران در این شرط خیلی اهمیت داره و این در واقع به بحرانهایی که توضیح دادم من به حساب تا اینجا این شروعش ها اون وقت در نهایت بازم به شروعش های عظیمتر منظر بشه، یعنی تظاهرق این شروعش ها تظاهرق خودش در این پیمانشون داد که ملت یه بار ریختن بیرون بدون خبر همونجور ریختن بیرون و مشروعیت رژیم زیر سوال بردن و این سشمندانشون دادن و میشین رژیم شرط ارخون کرد. از اون پس شما بیده که انواع و اقسام گروه ها درست شده
از سلطنت طلبات بگی نمیدونم یکی دو ترامبون میخواد اون یکی گروه های چند نفره تشکیل میشن بعد میخوان دوره بزار تعیین بکنن یعنی یکی دو تا آلترناتیو نیست در درون خود رژیم هم هست طبیعی هم هستش و بورژوا و احزاب بورژوا من نمیگم تو واقعا پایگاه وقت نداری خودم نه همه متشکل دول امپریالیست هستن تو بورژوا نگاه کن پیدا بکنی در خارج از کشورش پایگاه شما در داخل داشته باش در داخل بهتر موقعیت در بورژوا از میسافه مخالف نیستیم از اون پوزیسیون سنیده باشه فقط به اون طبقه کارگر و این خطرات در واقع وجود این آلترناتیوها همه باید دول امپریالیستی و بورژوازی داخلی به کار خواهد گرفته شد و اینجاست که به بیانیه اهمیت پیدا میکنه در این شرایط به کارگران به اوناش پیشرو کارگری هستن فعالیت میکنن تلاش میکنن و همه کمونیست ها بزنش دنبال این کارهای که رژیم درست میکنه سرکار میزد همه ما رو دست یک ماه دو ماه خود و این ور اون ور زد تظاهرات بزن اون زد تظاهرات بزن نمیدونم خاتمی چی گفت اون یکی چی گفت این چی کار کرده از اون اصلاح طلب اون فلانه این هر وقت بزن کلام باید متمرکز به طبقه کارگر این ضربتش از این زن عاشق شد که بسه ضربت شد و آیا امکانش در این بیانیه توضیح داده شده که درخواست شده که آیا نیروها آن زن میشن واقعیت اینه که در از اون مشاهد اجتماعی آدم اگر بخواد تقاوات می با بخونه اگر تمام اعضاب هم زن بشن با هم متحد بشن این ملاب نمیشن یعنی ملاب کار توده هاست در این حال توده هم به این ملاب کشیده نمیشن به این موقعیت ملاب فراهم بشه من نمیتونه هر چیزی شد به این ملاب شد اینا موقعیت ملاب فراهم بشه حتی اگر از من که شما بدترین شرایط بشار بیارم به مردم یعنی در بدترین شرایط زندگی بکنه باز هم این ملاب نمی کنه بایستی قدرت آشمان نکنه حکومت بکنه شاید در درون اونا هم باید شکاف ایجاد باشه در زیران از اخیر ما میبینیم که شکاف تا حدودی ایجاد شده در اونها از درون شکاف مردم بودستن بیارم بیرون نشانه های هست که زنبش در راه اعتراض در اینجا اقرار نباید شده اقرار بکنید اون وقت به اصلا در اتخاب فاکتیک ها و اون تزمین اقتصاد بشمونه دوستان مشکل میشه رو به اطلاع پرکر میکنه از این جمله منطقه باز هم کافی نیست یعنی اگر شرایط موقعیت این راه پره هم باشه این دوتا هم به سیدی که اون پیش اومده باشم باز هم اگر طبقه این راه بید یعنی اون طبقه اش میخواد این طبقه بندازه کنار همطور چون بورژوازی وقتی این راه میکرد این راه بود منسجم بود اگر طبقه انقلابی و آن خدام کارگر است اگر اون طبقه انقلابی اونقدر قدرتمند نباشه که بتونه این انقلاب توده ها رو هدایت بکنه و قدرت سرنگون بکنه بشین سرزرش اون وقت هیچ به اصلا اتفاقی حتی ممکن انقلاب هم نشه به بهیمیت به انداخه وضعه خیلی بدتر از این هست بشه این میشه قضیه اساسه سوم مسئله نظری انقلاب هم بایستی فراهم بشه این اگر اصلا شاید کن مثلا اعضاب قوی اتحادهای قوی وجود نداشته باشه اگر تمام این شرایط هم فراهم بشه انقلاب هم صورت بگیره خوب میشه از قدرت از این دست میاد یا دست دیگه این چیز نتیجه دیگه نخواهد داشت پس شرایط ذهنی هم لازمه در ایران شما اگه حساب بکنیم از دهه شصت به این ور مسئله تحزب و بورژوازی در سطح جهان محدود کرده اجازه میده احزاب قوی که هر میشون ازش صحبت کنم بعضی نفوذ داشته اکثریت کار گیرم بعضی مستحکم باشه بعضی دارای استراتژی و تاکتیک روشن باشه بعضی دارای رهبران و اصلا بزرگ باشه بعضی تصمیم های داشته باشه دو مشاهده دیگر وصل بشه اون حزب نیست این اجازه نداره شکل بگیره اگر وقایع دهه سی و پنجاه بودن میدونن که یکی از گرهترین بحث های همه ما اون موقع در جنبش این بود چرا آخر کنم حزب باید درست بشه یا بعد اون مسئله اینه که اگر اون حزبی که مثل اون شرط سوم یعنی شرط نظری وجود نداشته باشه این راه ممکن نیست بدن طبقه کارگر در مشکل صورت بگیره کسا بیان میگرم در شورا هم درست بکنه پس
اون موقع هم دنباله بودم مدرسه دهران سازمان سیپاه پدر خلق ایران نشستم اونا رو هم بحثون همین بود چکار بکنیم؟ فاصله بین توده و پیشرو وجود داره بالاخره این اینا به سیپاه شد اونا گفتم من مبارزه مصدقانه کردم بشتم بعد از اون ما باید مشکل مواجه یعنی تمام اتحادهای ما شکل میگیره به خاطر چه این قضیه بدون ارتباط و مرش با طبقه صورت میگیرم نمیذارم یعنی به حسبت نمیدن، حاضر نیستن پس ما بایستی تلاش کنیم اونو بدونیم که طبقه کارگر حتی اگر اون حزب هم وضوع تشکل باشد احزاب نمیتونیم به متحد بکنیم طبقه کارگر از اون در کل داشته به عنوان یه طبقه طبقه آوا اشکالی از تشکل ها که در زدیان دوران های انقلابی شکل میگیره دوران انقلابی شکل میگیره ما اگر در سشمنداز داشته باید پیش بزنیم این اشکال مثل شوراهاش از خودش نیومد در زمین اینها تشکلهایی که امکان اتحاد طبقاتی خود طبقه کارگر به اضافه نیروهایی که در تعریف کارگر نیستن بالاخره شما یا پرستر به کارگر میگه نه حالا اون سر چه احساساتش میگه منم کارگرم بذار کنار اون دختی که من معلمم ولی اینها منافعشون در منافع دومش کارگریه اینها اون وقت بسید از حقیق شوراها، سربازان و غیر وزارت دهبان ها محتر میشن شوراها تعمیل میکن اتحاد نیروها رو از این جهت ما بایستی بیانی هم فشل داره تشکیل شوراها خدمت شما از بکنم من برش کوتاه بکنم بدم زلو بنابراین ما باید کار تبلیغی و تربیزی مون رو و سازمانی مون در داخل من واقعا کامل داخل ما را داخل دستمون برمیست اینه که ارگان های رو تشکیل بدن شورا رو نمیشه هم دارن تشکیل دارن ممکنه یک کارخونه تشکیل بده نه در یک کارخونه کاری نمیتونه بکنه شورا در موقعیت این را آبی تشکیل بشه ولی باید تربیز بشه تشکیلات های درست بشه که بتونه به شورا انتقا پیدا بکنه و از که مثلا کمیته های کارخونه نمیدونم کمیته های احسابی که بعد از احساب تعطیل نشه کمیته احساب پایدار نیست میدونی که کمیته احساب وقتی بحران تعطیل میشه من هر حقوق شدن بیان خدا هستم مضمومی دیگه کمیته حساب درست نمی کنه برای کمیته های کارخونه میتونن به کمیته های بسیار بعدا احساب یا شروعها تعطیل زمینه شده هم میکنن چون شروعها توده ایه ولی وجود افراد پیش رو در این کمیته ها به صورت مخفی در از وقت نیم مخفی اما اکثر زمینه هایی که فراهم میکنه تبدیل میکنه در این میکنه آماده میشه برای کس که به صورت شوراها رو با محتوا کردن از این نظر هر موقعیت انقلابی بحران انقلابی باید به دوره اعتلاع اعتلاع انقلابی باید بشید متحدین پرولتاریا هیچ چیز دیگه نداره برن دنبالش ما در مثلا دوره انقلاب بهمن نیستیم اون موقع هم نبود چون از به بخش بزرگوازی باش مثلا بتونه معلومه را زرد بکنه دانشگاه را زرد بکنه نمیتونن بنابراین ما بایستی اینا رو متحد خودمون بگیم و تلاش بکنیم که این متحدین رو از هم اکنون متحد شد ما به چند تا سه تا اتحاد تشکیل دادیم هر این پایز هستن در دران هستن رو میدونن برسش این اتحاد به زنه رسیه اشکالاتی داشته زن معنی کردیم ما که به زنان سه سال که ما مسائل بودیم نه به نظر ما الان البته نظر ما از اونجا نیست ولی اشاره کرد برای اتحاد من دارم میگم یک سلحه از نیروهای انقلابی بسید درست بشه که هم در حاضر هم در داخل ایران و این جبهه اتفاقا بسید اتحادش نه بر اساس اشراکات اون کاری که ما کردیم نباید بر اساس معیارهای ارزشی بایستی بر اساس یک سیستم اقتصادی اجتماعی نوین شکل بگیره یعنی چی؟ یعنی شوراها یعنی هر کسی که سوسیال می اعتماد داره اصلا سوسیال می یه جور دیگه می فهمه ولی به حکومت شورای اعتماد داره بایستی تشکیلات خودش رو درست بکنه لازم نیست که با این رو تماس بگیره درست بکنه با اون یکی متحد بشه برای چیه به اساس اینه یعنی باید بپذیره به قبل تو راهیه وجود نداره طبیعیه که به قصر مشارکت سوسیالیسم بدون مناسبات دموکراتیک اصلا ثبات پیدا نمی کنه اینو ما هم قبول داریم ولی مناسبات مثلا سوسیالیسم
با دموکراسی پروتری، یعنی چیزی که از پایین ملت ناظر هستند، به امور ناظر هستند، تو کارخونه باشه، چشم و مدرسه باشه، هر زبان باشه، هر کار صورت میگیره، هر پول خرج میشه، هر برنامه ریخته میشه، تو دهات بخوان درست بکنم، مردم رو درستن، اما دموکراسی از پایین، نه تنها انتخابی، بلکه نظارت میکنن، طرف یا خرش میگیرن، یه راهی نشده رو اون یکی عوضش بکنیم. این مفاهیم رو به نظرم بایستی باز کرد و برای تشکیل این جبهه بعضی حرکت کرد، هیچ چیز دیگه نداره. سایر راهکاراشو میشه هر کس محیط کارش ببینه که این جبهه در اونجا چیکار میتونه بکنه. در این زمینه به نظر من البته بایستی کار کرد که بشه مثل هم خود طبقه کارگری که چیزهایی که درست میشن بشه متعهدشون کرد، همین که اونها که متعهد طبقه کارگرن و بیلی ازبار در اشکوله ها با هم کار خواهند کرد، از حالا در یک سازمان مختلف شدند. با سلام به حضار گرامی، رفقا، دوستان، من چون آخرین سخنرانم یه چیزایی آدم وقتی میخواد سخنرانی بره می‌نویسه برای خودش، میگه من اینو بگم، اینو بگم، اینو بگم، بعد میاد میگه اون دیگه اینو گفتم، اینم گفتم، همه رو خط میزنه، بعد میگه هیچ یاد دیگه نیست. من البته امیدوارم که یه چیز دیگه بگم و سعی میکنم که از طریق دیگه ای به هر حال ملاقات برقرار کنم و این به هر حال نقیصه رو جبران کنم. در رابطه با مسئله یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است رفقا صحبت کردن، من میخوام بگم که سوسیالیسم به مثابه جنبشی اجتماعی که وضعیت کنونی امور را ملغا می‌کند. این حرف مارکس است. سوسیالیسم جنبشی است که وضعیت کنونی امور را ملغا می‌کند. وضعیت کنونی امور چیست؟ چیه؟ اون چی که امروز ما می‌بینیم کجای این مسئله مورد نقد ماست؟ کجا ما را آزار میده، کجا را میخواهی تغییر بدیم؟ این چیزیه که یعنی سوسیالیسم به اون متمرکز میشه. مسئله طبقات، مسئله وجود فقر و غنا، مسئله تضادی که بین زندگی فردی و اجتماعی با به اصطلاح منافع اقتصادی سرمایه‌داری وجود داره و از خود بیگانگی که وجود داره، موقعیتی که انسان در جامعه طبقاتی پیدا میکنه، اینا همه وضعیت کنونی امور هست. به برکت وسایل ارتباط جمعی موجود و اینترنت همه شما در جریان این مسائل هست. یعنی اینجا هم یک مشکل بزرگیه که چیز تازهی برای شما نمیشه بود که چه چیزی ما رو رنج بده. همه تونید اکثرا کمونیستن اینجا نشستن، اکثرا چپن، اکثرا انقلابی هن که اینجا نشستن و اینا رو میتونن. گفتنش فقط بعد وقت اطلاف وقته که حالا ما بیاییم دوباره بیدیم که میبینیم که طبقات چی جوری هست. ولی من میخوام از وضعیت کنونی به چند تا نکته اشاره بکنم. واقعیت اینه که در دوران کنونی، در 30 سال 40 سال اخیر تغییراتی توی دنیا اتفاق افتاده که ما حداقل این شانس داشتیم که در حضور ما این اتفاق بیفته و نه فقط در ایران، در جامعه پیشرفته این مثل دارد. شما شاهدید که در جامعه سوئد تمام اون چیزی که به عنوان دستاوردهای جنبش کارگری داده شده بود یکی یکی پس گرفته میشه. چرا؟ برای چی این کاری میکنن؟ مگه اینجا محض دموکراسی آزادی اینا نیست؟ مگر اینجا پیشرفته ترین سرمایه‌داری ممکن نیست؟ چرا این کار میکنن؟ اینه که یه محدودیت دارن، منفعت سرمایه. چرا قبلا این کار نکردن؟ یه مصاحبه من یه حالی خیلی گفتم، حالا اگه تکراری رو ببخشید، با کینز مصاحبه میکردن، گفتم تو دیگه لیبرال نیستی، دولت رو میخوای بزرگ کنی، میخوای کارهای بزرگ گردن دولت که اصلا دولت لیبرالی نباید این کارا رو بکنه، تو اصلا با آزادی هم موافق نیستی. گفت که من هنوزم لیبرالم. شمایی که این انتقاد به من میکنید نمیفهمید خطر سوسیالیسم و خطر جنبش طبقاتی رو بیخ گوش ما نمیدید. پس
ایجاد دولت رفاه، ایجاد کینزیانیسم، ایجاد دولت های مثل سوسیال دموکراسی، اینا در این دوران تاریخی معینی رو وجود اومدن و از ترس معینی رو وجود اومدن. این ترس در واقع بر اساس یک موقعیت طبقاتی معین هم مثلا وجود میاد و عملکرد پیدا میکنه و اون اینه که بین طبقه و دولت، اگرچه دولت چون موقع سرکوب طبقه حاکمه، ولی یک فاصله بین دولت و طبقه وجود داره. دولت منفعت طبقه رو به تمامی و برای آینده دور نمایندگی میکنه، ولی سرمایه‌دار منفرد همین الان میخواد که اینو صادر کنه، اینو تولید کنه و این منفعت رو ببره. دولت سرمایه‌داری محدودش میکنه، میگه که نخیر، به مبارزه طبقاتی نگاه بکن، به سوسیالیسم نگاه بکن، در جامعه دارن مبارزه طبقاتی میکنن، ولی اینکه اصلا هستی تو رو عرض میکنن. به این خاطر این فاصله با سوسیال دموکراسی پر میشه. سوسیال دموکراسی اصلا جایگاهش به لحاظ طبقاتی اینجاست، فاصله بین دولت و طبقه. این فاصله با تهدید مبارزه طبقاتی کم یا زیاد میشه. بعد از فروپاشی اردوگاه و بحث سوسیالیسم و موجود اینا، این فاصله به شدت کمتر شد و خودش رو در شکل نئولیبرالیسم نشوند. نئولیبرالیسم امروز جبران این به اصطلاح ترسه که امروز وجود نداره از طبقه کارگر. نئولیبرالیسم میگه که استثمار تا حد ممکنه، تا جایی که ممکنه کارگر ارزون، دولت رفاهی هم چی بذارید کنار، داره میگیرد، زورش نمیرسه خیلی جور، ولی داره آروم آروم اینا رو میگیرد. خب، آلترناتیب ما چیه در جامعه ایران؟ خیلی از طرفداران تحول در ایران اینا رو میخوند. مارکس در رابطه با آلمان میگه که ما ملت نگونبختی هستیم، زیرا که آنچه که برای دیگران سپری شده است، آینده تابناک ما محسوب میشه. اون چی که آلمان به دست آورده، فرانسه به دست آورده، برای آلمان آینده تابناک محسوب میشه. اونا خودشون دیگه خسته شدن، نرفش میکنن، ازش بیزارن، برای آینده تابناک من محسوب میشه. در ایران ما باید این مسئله رو بحث کنیم. در ایران اون چی که در جهان سپری شده، مثل سوسیال دموکراسی، مثل دولت رفاه و اینجور چیزهایی که از بین رفته، در حال از بین رفتنه، آینده تابناک ما مسئول میشه. به این خاطر یقیناً به دست هم نخواهد اومد، به خاطر اینکه سرمایه موقعیت معینی داره و امکانات معینی هم داره، نمیتونه هر چیزی که میخواید رو بده. اصلا در برنامهش برنامه تاریخی تریه، سراسری تریه، جهانی تریه، و ما اگر که میخواییم این کارا سرمایه رو ببینیم و پیش رفته کنیم که سرمایه داریم نگاه کنیم، این ها به رفته، این امکانات دیگه وجود نداره، بی خودی دنبال اینا نباید راه انداخته سیده. اگر کاری بتونیم سمینار بکنه، اینه که اینو بگیم، بگیم نه دنبال سرمایه، از هر آلترناتیوی بخواید که با سرمایه میخواد چه کار میخواد ادامه بده، میخواد خوشبختی رو از این زاویه تعریف کنه یا نه میخواد کار دیگه چی از دستش میاد. در پیشرفت‌ترین کشور مثل سوئد داره یکی یکی اینا رو پس میگیره، برای وقتی تو میخواد چیکار کنه توی ایران، اونم تازه با فرهنگی که در ایران هست و وضعیت که در ایران هست. و یکی اینکه به اسم آزادی بخشی از مردم میخواد بسیج کنه، ما حکومت مردم برای مردم میخواد بود کنیم، راسیسته، ناسیونالیسته، طرفدار شاهه، یک نفر رو میخواد بیاره بر سرنوشت مردم حاکم کنه، ولی میگه حکومت مردم بر مردم، حالا شاهی هم باشه مثلا. خب اینا از دعای آزادی میگن. آزادی در ایران با سرمایه میسر نیست، این موضوع امروز نیست، موضوعیه که سازمان چریکای فضایی خلق زمان تولدش بهش رسیده و میگفت که روبنای سرمایه‌داری وابسته دیکتاتوری اوریان است و تا الان بوده. ممکن نیست
مگر انقلاب بهمن برای آزادی نبود؟ خب چه آزادی به دست بود؟ آیا اینها واقعا دروغ میگفتن؟ فکر میکنم میدونی یا لا مثلا فهم میاد میدونی که منفعت و سرمه تعمیم نمیشه، نمیشه پوزا ولی کاری میکنی و سرمایه اجازه نمیده. دیکتاتوری علت داره در ایران، اینجوری نیست که به بدجنسی آدم فقط مربوط باشه. درسته که آدم های بدجنس و شکنجگر رو اینا دور خودش جمع میکنه، ولی به بدجنسی آدم ها مربوط نیست، به روابط و سیستم اقتصادی اجتماعی ایران مربوطه. آزادی ممکن نیست، کمک امپریالیستی ممکن نیست، به اصطلاح در انتظار کمک از خارج ممکن نیست. یک چیز ممکنه، جنبشی که وضعیت کنونی امور را ملغا میکنه، یعنی سوسیالیسم. این تنها راهیه که برای جامعه میده. شکل اداری حکومت در اینجا شوراییه، باید شورایی باشه. چرا؟ چون که اگر شوراها اشتباه بکنن، اگر قدرت از خودشون باشه، خب برمیگرد تخمه ها بینه ورد میبردن، حالا دیگه نمیدارن، نمیدونم این کار رو نورد میکردن، حالا فردا نمیکنن. ولی وقتی که اسلحه را دست گرفتن، همون کاری که تو انقلاب بهمن کردن با ما، اون وقت دیگه تو دیگه صاحب هیچی نیست، دیگه باید بری تا 40 سال دیگه. اینه که شوراها از این جهت هم مفیده، شورایی بودن، به خاطر اینکه تو همواره رأی داری و با رأیت هم میتونی یه چیز رو عوض کنی، برداری و اون آدمی که نمیخوای پایین بکشی و اشتباهات تو جبران کنی. ما نمیگیم که مردم اشتباه نمی کنن، هیچ کس نمیتونه اینو بگه، همواره ما اشتباه خواهیم کرد و هیچ مسئله ای نیست. مهم اینه که آیا امکان بازگشت از اشتباه خود رو تدارک دیدیم یا ندیدیم؟ و شورا یعنی امکان بازگشت از اشتباه، از جمله البته نه فقط میتر. و این یکی از تعاریفیه که ما نیازمند میشیم در جامعه. به این خاطر دولتی کارگری، حکومتی شورایی و مثل آغازی برای نفی استثمار، نفی سلطه سرمایه، اینکه بلا فاصله سوسیال دیالوگش کس نمیتونه بوده این بشه، یک پرسه گذاره، آغازی داره، آغازش از دولت جایگزین شروع میشه. دولتی که ما میاریم یعنی اینکه میخواد به این روند خاتمه بده و بره به طرف یک نوع روند دیگری که درش مردم تصمیم میگیرن و سرمایه هیچ کار. سرمایه نباید بتونه تصمیم گیرنده باشه، حالا حتی اگر چه دست همه مردم هم باشه، اونم خودش یه فاکتور اجتماعی باید بنظر بشه. این به صدا مسئله ای بود که من گفتم. اما اون که چیزی که بعد به صدا بر سر چپ اومده، بعد از اون تحولاتی که گفتم توی جهان اتفاق افتاد، اردوگاهی که از هم پاشید، سوسیالیسمی که وجود داشت زیر سوال رفته، خیلی ها سوال میکنن آیا میخواید همون کار کنید؟ چه کار میخواید کنید؟ این خیلی سوال شرافتمندانه و اجرایی اصلا نباید براشفته شد. سوالیه که در مقابل اون سوسیالیزمی که در اون خودش خورد و به سرمایه‌داری مبدل شد گذاشته میشه، نه جلوی انقلاب و اکتبر حتی. هیچ وقت این سوال رو اونجا نباید کشیده و نیست. ما اون چی که ما در جایی مسئولیت تعریف میکنیم، گفتم جنبش اجتماعی که وضعیت کنونی رو نگاه میکنه، شوراییه و آزادی ها درش به تمامی غیر و شرط سیاسی انجام میشه. و وضع چپ اما گفتم که دوچار بحران شده بعد از نزدیه پراکندگی در بین این نیرویی که میخواد جنبش سوسیالیستی رو پیش ببره وسعت عظیم گرفته و به جا یک دورانی شروع شد از انشعابات حتی در بین احزاب سیاسی مدام گشتیم که انشعاب شده، انشعاب شده، انشعاب شده، انشعاب شده، یعنی تجزیه بعد از بحران، بحرانی که سراسری بود و کل چپ جهان نه فقط ایران در بر گرفته بود. تجزیه تا به آحاد ادامه داد، تا جایی که احزاب، گروه‌ها و افراد تبدیل شدن، کم شدن و این دوران به اصطلاح مدت مدیدی طول کشید. سالهایی قبل آغاز شده به اتحاد، همکاری، مدام بیشتر اینکه
یه دیگه هم شدن من دیگه حالا دورهای مختلف و این دوران داره سپری شده است، داره دوران جدیدی آغاز میشه توی جامعه، از اختیار ما خارجه، خود جامعه به این نتیجه و هر حال رسیده و این رو پیش میبره. ما میتونستیم آگاهانه در اشتغالت داشته باشیم، اما خود این جریان اجتماعی هم یک روند تکاملی برای خودش داره و امروزه این روند تموم شد، داره دوران اتحاد ها میرسه، دوران همگرایی میرسه، دوران جمع شدن میرسه و این نیازمند کمکه. یعنی ما باید این رو درک بکنیم، واقعیت رو بفهمیم و کمکش کنیم، کمک کنیم به این جریان، به جریان و خود ما که اینجا نشستیم. اگر دوران 30 سال پیش بود ما به هم نمیتونستیم، خط 3 اول، خط 2 نه، 4 نه، 5 نه، اینو به هم ریخته. همینجا یک نمونه این تحول در جامعه است که خط 3 و 2 نه، همه با هم اومدن نشستن و میگن که ما یه حرف مشترک داریم. یعنی این نتیجه ایه که میخوام از حرفم بگیرم که دوران داره، دوران سپری میشه، یک تحول ایجاد شده و اون تجزیه به پایان رسیده و دورانی از اتحادها به صلاح رسیده. من به عنوان هستی اولیتی که طرفدار همگرایی بودم 25 سال تقریبا که بحث طرح همگرایی رو مطرح کردیم، استراتژی من اینه بوده که نیروهای چپ باید با هم همکاری کنه. در محل زیستش بود، ما تو محل زیستمون توی استرویت شورای استکهلم اومدیم شرکت کردیم با همه داریم کار، توی اینجا هم هستیم، توی اتحاد قبلی هم بودیم، توی اتحاد چپ کارگری هم بودیم. ولی یه بحثی رو من میخوام بگم، نگران نشید از اینکه این جماعه به هم میان میپیوندن جدا میشن، این یک پروسه ضروریه، آگاهی معینی لازم داره، این آگاهی در مقابله نظرات داره تکامل پیدا میکنه، تکوین پیدا میکنه و هر قدمی که میریم جلوتر یه ذره جلوتر میریم. من اینو حاضرم ثابت کنم توی نوشتیات این جماعت، ادعاهای این جماعت که این قدم به جلو بوده. ولی ما که همون جور فاقا همه اشاره کردن ما که معادل جنبش اجتماعی نیستیم، که ما بخشی از این جنبش هستیم و جدن میخواییم که بخشی از این بمونیم و کمک بکنیم به این قضیه که اون چی که میاد بالا جنبش سوسیالیستی باشه، جنبشی که متعلق به سوسیالیسم باشه، وضعیت کنونی امور رو وضعیت کنونی امور تعدیم بده و به صلاح تأمین کنه بوده به آره. من میرم بریم کنم این بحث، میرم دنبال راه راهایی که من فکر میکنم. من فکر میکنم هر کسی که خودشو کمونیست میدونه به جای اینکه فکر کنه دیگران چه انتقاداتی دارن خودش آغاز کنه. دو نفری، دو نفر، هر دو نفر، هر سه نفر، هر پنج نفر، باور کنید این مسئولیت احزاب و سازمان ها نیست. این مگه ما خودمون کی هستیم؟ ما هم مثل همدیگه نشسته بودیم یه جه بودیم بریم معمولی کار کنیم. خب باید رفت با هم کار کرد، دو نفر، ده نفر، 20 نفر، هر کجا، ولی برای جنبش از پایین، قول خواسته های جنبش از پایین با این اهدافی که من و بابای دیگه صحبت کردیم، برای سوسیالیسم، برای زدن زمین سرمایه، برای رابطه جدید خارج از سلطه و برای آزادی و برابری اجتماعی. خیلی متشکرم که برخواستید.